به نام خدا و سلام بر شما. به بخش دوم آخری خط به گونه زنده از نور خوش آمدید. ابتدا گزارش برنامه را ببینید. جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان حزب پرنفوذ و با دستاورد در سیاست های کلان کشور همواره مطرح بوده است. اکنون اعضای رهبری این حزب در تلاشند مجمع عمومی برای انتخاب هیئت رهبری تازه جمعیت اسلامی افغانستان را به زودی برگزار کنند. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور دلایل تأخیر برگزاری مجمع عمومی را این گونه بیان می‌کند: از دیر زمانی نیاز به برگزاری مجمع عمومی این حزب احساس می‌شد، اما در مراحل مختلف اوضاع و احوال مانع تحقق این معمول گردید. قرار بود در حیات شهید استاد برهان الدین ربانی رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح مجمع عمومی جمعیت اسلامی افغانستان برگزار شود، اما شهادت استاد برگزاری این مجمع را به تأخیر انداخت. جمعیت اسلامی از دل حوادث بیرون آمده است و در تحولات زمانی همچنان یک پارچه باقی مانده است. با باور بسیاری ها رهبر جهاد و مقاومت مردمی افغانستان استاد برهان الدین ربانی با تدبیر ویژه توانست ریشه این حزب را در میان مردم مستحکم کند. جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان جریان سیاسی پیشتاز در بیش از 4 دهه اخیر افغانستان نقش بارز و تعیین کننده ای داشته و در رقم زدن تحولات سیاسی و اجتماعی کشور طی این مدت سهم چشمگیری داشته است. این در حالی است که از چند روز بدین سو اعضای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان روی موضوعات مهم سیاسی کشور و برگزاری مجمع عمومی این حزب نشست هایی را در کابل برگزار کردند. درود مجدد. همچنان بیننده آخر خط به گونه زنده از نور رسید و این موضوع را بحث میکنیم با حضور استاد عبدالشکور واقف حکیمی، سخنگو و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان. استاد، به بحث خوش آمدید. ابتدا در مورد نشست امروز جمعیت اسلامی افغانستان بگید. یک نشست مقدماتی صورت گرفت. برای چی این نشست صورت گرفت و چرا در مقطع زمانی صورت گرفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام به شما و همه بینندگان این برنامه تلویزیونی نور، عرض بکنم که امروز نشستی که صورت گرفت در پی جلساتی پیهمی اعضای شورای رهبری موقت جمعیت اسلامی افغانستان صورت گرفت که مضاف بر مسئله برگزاری کنگره جمعیت اسلامی افغانستان یک سری از مسائل سیاسی و امنیتی و حکومتی افغانستان هم موردی بررسی قرار گرفت و لازم دیده شد که از سوی شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان که این توافقات و دیدگاه های جمعیت اسلامی افغانستان در یک جمعی از اعضای جمعیت اسلامی افغانستان و هواداران جمعیت اسلامی افغانستان اعلام شود و موازی جمعیت اسلامی افغانستان تبیین گردد. بله. حالا در این نشست گفته شده که نشست مقدماتی بوده برای برگزاری کنگره یا مجمع عمومی نشست حزب جمعیت اسلامی افغانستان برای گزینش رهبری جدید و در صلب تصمیم گیری های کلان سیاسی. حالا مکانیزم برگزاری نشست چگونه است و بر اساس چه معیارهایی صورت خواهد گرفت؟ چون که در سخنرانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان بازتاب یافت، از مهمترین مسائل مطرح شده امروز در این نشست اعلامی برگزاری مجمع عمومی جمعیت اسلامی افغانستان در آتیه نزدیک بود که باور ما این است که جمعیت اسلامی افغانستان در این شرایط باید مجمع عمومی را برای نهادی نکردن ارزش های اساس نامه‌ایش که مبتنی بر شورا و آرای اعضایی که صلاحیت و واجدان شرایط رأی در تصمیم گیری های جمعیت هستند شکل میگیره، باید بر مبنای این آرا و نظریات و مشارکتی
این اعضا باید به ساختارهای سیاسیش بپردازه که انتخاب شورای رهبری، انتخاب شورای عالی، انتخابی نهادهای دیگری جمعیت اسلامی افغانستان، اینها همه بستگی دارن به مطابق اساسنامه جمعیت اسلامی افغانستان و برگزاری مجمع عمومی، چنانکه در سخنان رئیس جمعیت آمد و دلایل مشکلات و حوادثی که در طی این زمان به وجود آمدن مانعی برگزاری مجمع عمومی شدن و اکنون بسیار بایسته است که رهبری جمعیت اسلامی افغانستان این معمول دیرینه را باید متحقق بسازه و به زودترین فرصتی ممکن مجمع عمومی را برای هم نهادی نکردن این ارزش ها در داخل جمعیت و با سامان دادن جمعیت و هم برای مقابله با چالش های دیگر و نیز برای بالندگی سیاسی در افغانستان، برای مشارکت مؤثر در روند توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی در افغانستان نیاز است که جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان یک حزبی مقتدر و توانا باید ساز و کارهای اساس نامه‌ایش و منصه عمل باید در بیاره و به عنوان یک حزبی منسجم و توانا باید عرضی به حیاتش ادامه بده. حالا سوال دیگر این است که رهبری این حزب پس از این چگونه خواهد بود؟ به گونه دوره‌ای انتخاب خواهد شد یا طوری دیگری؟ طوری که در اساسنامه جمعیت اونجا پیش بینی شده، بدون شک تمامی ساختارهای سیاسی جمعیت و نهادهای سیاسی جمعیت به گونه دوره‌ای پیش بینی شده. هر 4 سال بعد مجمع عمومی برگزار میشه، از رهبری جمعیت از یا از ریاست جمعیت به تعبیری دقیق تر تا نهادهای دیگر همه به گونه انتخابی باید انتخاب شوند، کما اینکه ریاست جمعیت طوری پیش بینی شده که بیشتر از 2 دوره دیگر کسانی که به ریاست جمعیت کاندیدا می شوند و سمت ریاست جمعیت به دست میارند نمیتونن به این سمت بیشتر از 2 بار کاندیدا شوند، چی برسه برای تصدی این امر. این برای این است که هر قدر توانایی، ظرفیت، ابتکار و شایستگی را کسی داشته باشه میتونه در مدت این 2 دوره که 8 سال در بر میگیره برای جمعیت به عنوان یک حزب سیاسی و برای کشور از طریق جمعیت انجام بوده و بعد به عنوان یک عضو فعال در عرصه‌های دیگری که به تجربه و علم و دانش و سابقه این فرد جمعیت به عنوان یک حزب سیاسی نیاز داره میتونه با فعالیتاش ادامه بده. پهلوی دیگر این نشست امروزی را اگر بررسی بگیریم، بحث های سیاسی مطرح شد. جمعیت اسلامی به عنوان قدرتمندترین جریان سیاسی و سابقه دارترین جریان سیاسی در افغانستان در مورد کلان موضوع گیری های جدی داشته و تعیین کننده بوده این موضوع گیری هاش. از روند گفتگوهای صلح با حکومت طالبان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار جمعیت اسلامی امروز استقبال کرد و حمایت کرد به نحوی. حالا با توجه به شرطهایی که گذاشته شده و به شرطهایی که حزب اسلامی پیشنهاد کرده و فیلترهایی که برای عبور حکمتیار وجود داره، این فیلترها به باور شما چقدر پسندیده است و چقدر مورد قبول جمعیت اسلامی افغانستان هست؟ این نخستین بار نیست که جمعیت اسلامی افغانستان از روند مذاکرات صلح با مخالفان مسئله دولت جمهوری اسلامی افغانستان استقبال میکنه، بلکه جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان یک حزب سیاسی پیوسته از این ابتکار یا از این برنامه های صلح طلبانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان از آغاز تا امروز پشتیبانی کرده. فراموش نباید بکنیم که رهبری شهید جمعیت اسلامی افغانستان یک دوره از مهمترین دوره، یکی از مهمترین دوره‌های سیاسی و کاری سیاسیش متعلق به رهبری شورای عالی صلح کرد و در این راه جام شهادت هم نوشید. این نشان می‌داد که سخنان استاد هرگز از یادی بنده نمی‌ره. می‌گفت که ما
باید برای صلح آوردن هر چی در توان داریم باید به خرج بدیم. و این شیوه و این دیدگاه و اندیشه های صلح خواهانه شهید استاد ربانی رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان تا کنون هم در رگ رگ جمعیت جریان داره و ما با در این روزها و در این مراحل پایینی رم بارها و این تاکید کردن جمعیت اعلامیه تایی اعلامیه رسمی از این روند استقبال کرده، از پیوستن آقای حکمتیار به روند صلح استقبال کرده و در این سخنانی رئیس جمعیت هم که تقریبا سخنان اتفاقی همه اعضای جمعیت و شورای رهبری جمعیت بران مهر تعهد نهادن، این است که جمعیت اسلامی افغانستان از سیاسی شدن مبارزات قدرت و تداول قدرت سیاسی در افغانستان همیشه استقبال کرده و استقبال میکنه، نه تنها استقبال بلکه تاکید میکنه که یگانه راهی برون رفت از این معضل تداول قدرت در افغانستان همین شیوه های مردم سالاری است که در دنیای دیگر هم تجربه شده، که یکی از نمادهای بسیار مهم و بارزش انتخابات عمومی است. انتخابات عمومی در عرصه های مختلف، هم برای گزیدن نمایندگان پارلمان در هر دو اتاق پارلمان، ولسی جرگه و سنا، و هم در قدرت اجرایی دولت که عبارت از ریاست جمهوری و نهادهای دیگر است که انتخابات غیر مستقیم در پی با هم داره، در خود داره. اینا همه سازوکارهایی است برای نهادی نکردن روند سیاسی در افغانستان، خاصتا این که من فکر میکنم با افکار و اندیشه های آقای حکمتیارم که همیشه طرفدار انتخاباتی در فکر و در تیوری طرفدار برگزاری انتخابات عمومی بودن، امخانی و سازگاری داره، هرچند متاسفانه در عمل بیشتر به شیوه های غیر انتخاباتی و شیوه های غیر مردم سالارانه و دموکراتیک روی آوردن. این لحاظا یک قدمی بسیار اساسی و مثبت است که برای سیاسی کردن جریان اقتدار سیاسی در افغانستان که از کانال‌های سیاسی صورت بگیره، جمعیت اسلامی افغانستان نه تنها از آمدن آقای حکمتیار بلکه از پیوستن طالبان به جایی که به عنوان یک نیروی فشاری جنگی و تروریست و انفجاری و انتحاری باشند، بهتر از به عنوان یک هیئت سیاسی در قالب یک حزب سیاسی در بیایند و خواسته هاشون را در معرض قضاوت و امتحان مردم قرار بدن. و همچنان حزب اسلامی، خاصتاً که هر حزبی برخی از احزاب از جمله حزب اسلامی معتقدن که ما از طرفداری قاطبه مردم برخوردار هستیم، از طرفداری یک اکثریت سرنوشت ساز مردم برخوردار هستیم، بسیار خوب است که محک این ادعاها و این تیوری ها همین انتخابات شفاف است، البته مشروط بر این که دولت افغانستان خاصتا حکومتی وحدت ملی متعهد است که زمینه های یک انتخابات شفاف در تمامی مراحل و در تمامی گونه های انتخابات ها در افغانستان مهیا بسازد، که این مسائل طبعا بستگی به این هم داره که ما برای سیاسی کردنی تداول قدرت سیاسی در افغانستان و متقاعد کردن تمامی گروه ها و احزاب سیاسی تا خواسته های سیاسیشان از طریق کانال های سیاسی به انجام برسانند، مشروط بر این است که حکومت افغانستان متعهد و برگزاری انتخابات شفاف باشه و برای این کار سازوکارهایی که پیش بینی شده هم در
موافقت نامه حکومت وحدت ملی و هم در قانون اساسی افغانستان در این راستا گام‌های عملی و گام‌های استواری بردارد. یکی از نگرانی‌هایی که با آمدن حکمتیار در افغانستان شکل گرفت این است که حزب اسلامی به عنوان یک جریانی که 15 سال در برابر حکومت افغانستان مخالفت نظامی داشته، فوق العاده امکانات تسلیحاتی را در اختیار دارد و چه تضمینی وجود دارد از اینکه این حزب دوباره به بحث‌های نظامی‌گری در افغانستان نپردازد و وضعیت نیمبند امنیتی در افغانستان را برهم نزند. حالا موضع جمعیت اسلامی به عنوان یک جریان قدرتمند در افغانستان چی هست در این مورد؟ نباید فراموش بکنیم که جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان یک حزب سیاسی در چارچوب دولتی جمهوری اسلامی افغانستان مطابق قانون احزاب به فعالیت می‌پردازد و امیدوار است که همه عمل کرده های سایر احزاب باید سیاسی باشه و حکومتی افغانستان در برابر این عمل کرده ها مسئولیت داره که مسئولیت حکومتیش را باید انجام بده. ما از این ناحیه هیچ نگرانی نداریم و باورمان این است که وقتی یک جریان نظامی و یک جریان مسلح دست از مخالفت با دولت میکشه و به روند سیاسی میپیونده، معناش ایست که از تمامی اسالیب و سازوکارهای نظامی و جنگ طلبانه دست میکشه و سلاحاش به دولت تسلیم میکنه، به نهادهای امنیتی و نظامی دولت تسلیم میکنه و دولت در مقابل و حکومت در مقابل این امر مسئولیت داره که از جان، از مال، از آبرو، عزت و از حیثیت سیاسی این افراد و گروه ها باید حمایت و حفاظت بکنه. سخنرانان امروز در این مجلس بر تنش‌های اخیر در فاریاب اشاراتی داشتند. جمعیت اسلامی افغانستان دیدگاهش در مورد تنش‌های اخیری که در شمال افغانستان به وجود در فاریاب اتفاق افتاد چی هست؟ چرا چنین تنش‌هایی به وجود آمده؟ این تنش‌ها باعث تأثر و تعلم جمعیت اسلامی افغانستان شده و این مسائل به صورت بسیار عمیق و گسترده مورد بحث قرار گرفته. متاسفانه برخی از گروه‌ها تا هنوز فکر میکنن که ما مشکلات افغانستان از طریق جنگ و از طریق به کار بردن تفنگ باید حل بکنیم، در حالی که باید این مسائل از طریق گفتگو و از طریق مذاکره باید حل شود و از طریق کشتن و بستن و متشنج کردن اوضاع نباید این کارا صورت بگیره. احیانا اگر کاری رم چنان که واقع شده در فاریاب رئیسی جوانان جمعیت اسلامی افغانستان در این درگیری های ساختگی و تصنعی شهید شده و شماری از اهالی که شهید شدن به دلیل بستگیشان به بستگی و هواداریشان جمعیت اسلامی افغانستان، در قبال یک چنین حوادثی از مسئولیت های بسیار مهم و اساسی حکومت است که برای حفظ جان و مال و زندگی شهروندانش باید توجه بکنه و متخطی و متخلفه که پاش از دایره قانون فرا گذاشته باید جلو بگیره و کسایی که مرتکب جنایات شدن اونا را به پنجه قانون بسپاره، مورد پیگردی عدلی و قضایی قرار بگیرن. این سازوکارهاست که یک جامعه را به سوی مدنیت و به سوی حل کردن مشکلات و معضلاتشان از طریق تفاهم و گفتگو و در برخورد با قدرت سیاسی از مجراهای سیاسی میکشانه. اگر این چیزها به حال خودش گذشته شوه بدون شک اوضاع را وخیم میسازه. به همین دلیل بود که در سخنان رئیس جمعیت که سخنان همه رهبری جمعیت اسلامی افغانستان است و این موردی تاکید شد و ما خواهانی ازی هستیم که باید
هم دولت برای حل این مسائل توجه بکنه، هم جنبشی، هم دولت آیتای فرستاده برای بررسی این موضوع، تحقیقاتی انجام داده. ما امیدوار هستیم که این تحقیقات و این بررسی ها به نتیجه بنشینه و همچنان تقاضای ما از جنبشی ملی ای است که باید این مسائل و این قضایا باید از طریق مفاهمه و از طریق گفتگو حل شوه و نباید اوزار ما با اوزای سالیان جنگ ها و تاکید بر اسلحه و بر زور بکشانیم که برای همه مردم افغانستان، برای جنبش ملی، برای جمعیت اسلامی افغانستان، برای دولت افغانستان، برای حکومت وحدت ملی و برای همگان زیان بار است و برای ملت افغانستان از این امر صدمه میبینه و دچار مشکل میشه. احزاب سیاسی باید داعیه رفاه و امنیت و بهروزی و بهسازی مردم و کشور باید بدوش بکشند، نه اینکه برای خواسته های شخصی و خواسته های فردی برای مردم مشکل، برای مردم چی رسه برای کشتن خدای ناخواسته خون یک انسان بناحق ریزاندن که برای حتی برای مردم نباید ما مشکل ایجاد بکنیم. حتی در یک سطح بسیار کوچک احزاب سیاسی اساسا فلسفه وجودیشان برای بیتر خدمت گذاری برای مردم، داعیه خدمت گذاری برای مردم در دنیای دیگر به وجود آمده و در افغانستان هم باید به چنین کاری و به چنین آگاهی و به چنین سطحی هست آگاهی باید برسه. سپس حالا حکومت افغانستان انتخابات در افغانستان بگند کشیده شد و تقلب‌های گسترده یک صورت گرفت، منجر به این شد که حکومت وحدت ملی روی کار بیاید. جمعیت اسلامی به عنوان یکی از جریان‌های تصمیم گیرنده در مسائل افغانستان، در مسائل ملی و حتی مسائل بین المللی در افغانستان طرف قرارداد برای تشکیل حکومت وحدت ملی است. دیدگاه جمعیت اسلامی مشخصاً این که پس از دو سال کار حکومت وحدت ملی باید ساختار افغانستان، ساختار سیاسی در افغانستان تغییر میکرد، از ریاستی میامد به صدارتی، چی هست که تا هنوز چنین کاری صورت نگرفته؟ جمعیت اسلامی افغانستان بر مبنای این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که المسلمون عند شروطهم، مسلمانان وقتی عقدی میبندند، قراردادی امضا میکنند، موافقت نامه امضا میکنند، باید به تمامی شرایط اون موافقت نامه پایبند باشند. متاسفانه حکومت وحدت ملی تعهداتی را که در موافقت نامه حکومت وحدت ملی یا موافقت نامه سیاسی کابل که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد، یک سری از مسائل بسیار تعهدات اساسی و مهمی را که در اونجا سپرده بودند متاسفانه انجام ندادن که در سخنانی رئیس جمعیت به این اشاره شد و نگفته نباید گذاشت که به این هم در سخنانی رئیس جمعیت تاکید شد که جمعیت به عنوان یک بخش مهمی از این مشارکت سیاسی در حکومت وحدت ملی ناگزیر، یک بخش مهمی از این تعهدات باید بدوش بگیره و لحاظا جمعیت هم مسئولیت این تعهدات به تبع بدوش داره. لحاظا جمعیت پافشاری داره، تاکید داره تا حکومت وحدت ملی به این تعهدات زودتر عمل بکنه تا لااقل جمعیت اسلامی افغانستان هم بتوانه برای اعضای جمعیت اسلامی افغانستان، برای مردم افغانستان بگوه که ما برای عملی کردن این موافقت نامه این تلاش ها را انجام دادیم. ما فکر میکنم جمعیت ناگزیر است برای این موافقت نامه که زامینی برگزاری انتخابات های شفاف و در نهایت دموکراتیک کردن انتخابات و مردمی کردن انتخابات و مردمی کردن حکومت های آینده افغانستان مبتنی به آرای شفافی مردم بودن این حکومت ها ناگزیر است که به این امور تاکید بکنه و مجدداً و مکررن از حکومت وحدت ملی و از سران حکومت وحدت ملی بخواه که به این موافقت نامه
عمل بکنن و این کاری جمعیت باید در محدوده جمعیت اسلامی افغانستان باقی نمانه، بلکه این به همه اطراف این موافقت نامه باید سرایت بکنه، دیگر مؤتلفان و متحدان جمعیت در بر بگیره و همچنین مؤتلفان و متحدان تغییر و تحول در پهلوی اصلاحات و همگرایی به عنوان کسانی که متعهد هستند به انجام دادن این موافقت نامه ها تا را برای آمدن حکومت های مردم سالار، حکومت های مبتنی به آرای مردم چنان که در این موافقت نامه بازتاب یافته است هموار شود. خواسته جمعیت اسلامی افغانستان کاملا یک خواسته بجا، منطقی، سیاسی و مبتنی بر این مفاد موافقت نامه حکومت وحدت ملی است. حالا چی شده که این موافقت نامه عملی نشد؟ امروز انتخابات های هم صورت به هر دلیل، حکومت افغانستان به هر دلیل، دلایل موجه یا غیر موجه، اینه باید رهبران حکومت وحدت ملی پاسخ بگویند که چگونه این کار انجام نشده. آنچی نتیجه این مباحث است این است که این کارهای اساسی که باید لوی جرگه تصویب قانون، لوی جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار میشد، پیش از او یک سری مسائل به عنوان مقدمات لازمی و ضروری برای برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی و به تبع تغییر نظام سیاسی در افغانستان و شفاف سازی انتخابات های آینده افغانستان که متقاضی اصلاحات در نظام انتخاباتی، اصلاحات در قوانین انتخاباتی و اصلاحات در نهادهای انتخاباتی است، اینها متاسفانه انجام نیافته که باید تا کنون چنان که در موافقت نامه حکومت وحدت ملی تسجیل شده در یک مدت زمانی که 2 سال در بر میگیره باید این کارها انجام میشد که متاسفانه تا هنوز انجام نشده و لازم است که حکومت وحدت ملی هرچی زودتر برای عملی کردن این مهمات و این مسائل اساسی که در موافقت نامه در اونجا دیگر کارا و باوری بنده از امور ثانوی تلقی میشه و مهمترین مسائلی که در موافقت نامه بر اساس از حکومت وحدت ملی شکل گرفته همین تعهدات است که متاسفانه تا هنوز اجرایی نشده و عملی نگردیده. به عنوان آخرین پرسش، جمعیت اسلامی افغانستان در تشکیل حکومت وحدت ملی نقش اساسی را بازی کرده، اعضای کلیدی حکومت افغانستان مربوط به جمعیت اسلامی افغانستان میشود، یعنی نقش فوق‌العاده‌ای در کابینه افغانستان دارد، اما گاهی دیده میشود که به نحوی این حکومت را و رفتارهای این حکومت از طرف این جریان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته. آقای احمدزیا مسعود به عنوان معاون جمعیت اسلامی افغانستان و که در کابینه هستند و به عنوان نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری، خوب بارها حکومت افغانستان را نقد کرده و دلیل رفتارهایی که در بحث امنیتی داشته. از طرفی هم امروز انتقاداتی از جانب رئیس عمومی جمعیت اسلامی افغانستان بر حکومت افغانستان وارد شد. در یک سخن واحد، کارکرد حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی در 2 سال از دیدگاه جمعیت اسلامی چگونه است و چقدر رضایت دارد از کارکرد حکومت وحدت ملی؟ باید تصحیح بکنیم که برخی از پست‌های وزارتخانه ها متعلق به وزیرانی که متعلق به جمعیت اسلامی افغانستان هستند میشه، اما نباید فراموش کنیم که این حکومت در کل به عنوان یک کلی به هم پیوسته عمل میکنه. هرگز اونجا نمیتونیم بگیم که وزرای جمعیت اسلامی افغانستان، وزرای حزب اسلامی افغانستان و وزرای فلان جریان و فلان کتله سیاسی. آنچه مهم است این است که به عنوان یک بازده کلی به هم پیوسته این تعهداتی حکومت وحدت ملی که در این موافقت نامه حکومت وحدت ملی تسجیل شده غیر عملی و غیر اجرایی تا هنوز باقی مانده. مهم این است که به همین پیمانه که جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان یک حزب سیاسی برای آینده افغانستان مسئول است که در این راستا باید بپرسه،
احزاب دیگر هم باید این کار را انجام بدن، مسئولان حکومت هم باید انجام بدن و باید در این مورد برای ملت همگان پاسخگو باشن. هر کس به توان به اندازه مسئولیت ها و به اندازه ظرفیت هایی را که دارم در راست، رهبران حکومت وحدت ملی باید به این موضوع، به این مسئله باید پاسخ بدن و هر چی زودتر برای عملی کردن این موافقت نامه که بی تردید ثبات و استقرار سیاسی آینده افغانستان بستگی به عملی شدن و اجرایی شدن این موافقت نامه داره به این امر توجه بکنن. و پیشنهاد شما به حکومت افغانستان؟ پیشنهاد برای پیشنهاد مکررن مطرح شده که این موافقت نامه مورد عمل قرار بگیره و این وظایفی را که برشمردیم که به عنوان مقدماتی برگزاری انتخابات شفاف و برگزاری لویجی در نتیجه برگزاری لوی جرگه تعدیل قانونی اساسی و تغییر نظام سیاسی افغانستان است، به عنوان مقدمه برای ثبات و استقرار سیاسی آینده افغانستان عملی شود. سپاسگزارم استاد. سپاس از استاد عبدالشکور واقف حکیمی، سخنگو و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، و سپاسگزارم از شما بیننده های گرامی که بحث را تا این دم دنبال کردید. شبتان خوش، خدا نگهدارتان.